نشد. اون بانسانی هم که به من پیوند زدن یه بند خدا با موتور تصادف کرد، اون مرگ مغزی شد و بانسانشو کندن زدن به من. شوخی میکنی؟ آره دیگه، پیوند از بدن دیگه. دکتر سمی گفت تا یه ماه اگه جواب داد داد، نداد که بدنت قبول نمیکنه بانسان کسی دیگر رو. که الان من بانسانم معلوم بند خداست دیگه. خیلی چه ربطی به بانسان داره؟ مگه بادشه؟ مگه صدا باد میاد؟ بله متاسفانه. از طرف من داره میاد خانم؟ بله. آخه خانم من متوجه نمیشم، من هم از بوسن معلولم هم از گوش معلولم، برای همین نمیفهمم. من شرمندم. یه بار صدا اومد سلام، من آیدین زواری با یه دوربین مخفی دیگه، من دارم میرم مشتری رو سوار کنم ببرم ملک نشون بدم، ولی قراره که دوربین مخفی یه شوخی خفن باش داشته باشیم. منو نگاه بکنین. نسرین خانم زواری هم از رواک تشریف بیارید. من واقعا بازم از شما شرمنده ام که به خاطر که یه مقدار دیر اومدم، شما نازنین خانوم رو تو آفتاب من نگه داشتم. توف من، توف من. نخواهش میکنم، چه حرفی. من ناراحت میشم خانوم، شما رو توی آفتاب نگه داشتم. اصلا کار درست نیست. ما اینجا عادت داریم هوا. میگم بوی ایران رو میدیم. قیافم شرقیانه. بله بله بله. همه میگم. ای خدا. ای خدا. خانم من شرمندم گریه میکنم. برای چیه؟ شما بوی ایران رو میدی؟ آخه یعنی اینقدر دلتون تنگ شده واسه ایران؟ دلتنگ که یاد کوچه پس کوچه ها و اینا افتادم، برام یکم من گریه منو باید یاد مادر بزرگ و پدر بزرگم میفتم. بله من هم دلم برای اونها تنگ شده واقعا. حتی یاد منقل بافور پدر بزرگم منو آزار میده. یاد بافور پدر بزرگ میفتم اصلا من یاد اون میفتم منو گریه میکنم. پدر بزرگ من پزشک بودن. بله. پدر بزرگ بنده پزشک بودن و طبابت میکردن. بله. طبابت میکردن. بعد خدمت شما عرض بکنم که میومد دارو تجویز میکرد. دارو تجویز میکرد. بله پدر بزرگ بنده طبیب بودن. بله. و داروهاشون هم معروف بود به نام اسم داروشون هم بافور بود. اسم دارویی که تجویز کرد چیز سیاه مانندی بود. شما اگه دل درد چیزی داشتی اون دارو رو به شما تجویز میکرد. بافور رو تجویز میکرد؟ نه، چیزهایی که تو بافور جمع میشد. آره بهش میگن سوخته. میگم من نمیدونم اینا چیه. شما دل درد اگه داشتی یه تیکه از اون به شما میداد، میخوردی خوب میشدی. آره پدر بزرگ یکی از طبیبای بسیار بزرگ بودن. بسیار بزرگ بودن. بله یکی از طبیب بزرگ. منم متاسفانه خانم ام موقعی که خارج اومدم و تو کار ملکم و اینا، غذاهای خارج به من نمیسازه خانم. چرا؟ نمیسازه خانم. غذاهای خارج به من نمیسازه اصلا. در حدی به شما بگم که خانم من اصلا نابود شدم تو این چند وقتی اینجا. در حدی به شما میگم که خانم غذاهای اینجا اصلا از نظر رودوی مدوی همه چی منو داغون کرده. نمیدونم چرا چی کار کنم. از ایران غذا بگیم بفرستم چقدر خانم بفرستم؟ ببین چقدر راهه اینجا تا ایران خانم. خیلی راهه. خودتون درست کنین، از مواد ایرانی استفاده کنین خانم. دوره، مسافت زیاده، اصلا خیلی شدید. خیلی شد. من اصلا نمیدونم باید چی کار بکنم، چون غذاهای اینجا واقعا داره من اذیت میکنه. واقعا داره من اذیت میکنه غذاهای اینجا. بله بله بله. خب ست سال اولش سخته. بله درست میشه. مشکلی تاثیر غذا. تاثیر غذاها چی خانم؟ متوجه نشدم. اگه خانم من چون این مشکل شنوایی دارم که فرکانس 200 رو نمیشنوم، یعنی یک ارتعاشات صداها رو نمیشنوم. اگر خدا اینا که صدای چیزی اومد کسی صدای زده به من فقط بگین ممنونتون میشم، چون من نمیشنوم فرکانس رو. صدای بوغی نه هم نمیشنوی؟ نه متاسفانه بوغ و صدایی که تق اینجوری میاد به هیچ اما فرکانسش رو نمیگیرم. بله خیلی بده. خیلی بده. خیلی عزیزی. بله بله اصلا خیلی چیز عجیب و غریبیه. حتما
حتما شما پیش یه دکتر برین، حالا پیش همون پدر بزرگتون هم شده برین. خانم پدر بزرگ من اینقدر به من دارو داده که اصلا نگو، ولی خانم من چیکار کنم؟ این فرکانس رو من دکتر رفتم سمعک داد، هر چی بگی به من دادم، ولی به هیچ عنوان تاثیر نکرد که نکرد. نمیشتم من فرکانسو دیگه، ندارم فرکانسو دیگه. چقدر شما خودمون خوشمشربی هستی، دوست داشتنی هستی. همین که شما بی دلیل داری میخندی من آروم میشم. من دلیل دارم آقا، شما باید حتما به یه دکتر برین، اول شنوایی برین چون واجبتر از چیز دیگه است. نه خب چون همچون دارم میخند به دلیل نمیم به چه دلیل داری میخندی؟ نه خب من متوجه نمیشم. اینجا دکتر گوش حلق و بینی ایرانی هم هست، دکترهای خوبی هم هست. جدی داره میگی؟ بله حتما پیششون برین، لازمه. حتما حتما. همین که به دلیل بی دلیله من خوشحال میشم. خانم شما چقدر قیافتون هم خوب شرقی میزنه قیافه شما، درسته؟ بله دیگه، ما شرق بریم، ما ایرانی بریم. به به بسیار ایران نازنین. ایفای من اینقدر من خوشحال میشم که یک خانوم ایرانی بی دلیل میخنده. این دلیل نشان از آقا یعنی چی بی دلیل؟ دلیل نیست. چی دلیل داره خانم؟ من دیگه باید گوشتون رو ببرید سمک درست حسابی بگیرید. خانم تو خود صدایی داره میاد، احیایی میاد به من بگی، من اصلا متوجه نمیشم صدایی میشتم. شما جالبی نیست، البته ما ایرانی عادت نداریم اینجا، یه شاید عادت داشته باشه. ما ایرانی ها با فرهنگ ما زیاد عجین نیست. بله چه صدایی داره میاد، من یکم ترسیدم خانم، بکنم صدای دل روده. نه واقعا چه صدایی میاد؟ خب به من بگو شما، چه نمیگی به من؟ خانم چه صدایی داره میاد جدا؟ آخه جالب نیست صدایی، جالب من نمیدونم چه جوری بده دون بگم یه قیافه من بده چیزی هست؟ نه شما خودتون خوبی، قربون شما فقط دل رو زیاد کار می نخلو بیان هم هست آخ خانم غذا هست اینجا، یه غذا لوبیا کته. بله این لوبیا کته رو من میخورم مثلا خانم، همش مسافران نمیدونم چرا تو ماشین هی به من میخندن، میگم چرا میخندین؟ نمیدونم بی دلیل مسافرا به من میخندن، من نمیدونم چیکار میکنم به من میخندن. همون دیگه چون مشکل شنواییه، درست نمیفهمید داستان چرا. نمیدونم والا چی بگم، نمیدونم والا چی بگم. اصلا لوبیا کوته رو که میخورم آره متاسفانه اینجا زیاد این غذا رو دارم. بله بله ولی خیلی خوشحالم، جدی میگم، دل صاف شما، دل مهربون شما، همین که شما میخندی من انقدر خوشحال میشم، اونم بی دلیل از دل شاد شما خنده میاد، من یک دنیا خوشحالم. آقا بی دلیل نیستش، دلیل داره. چه دلیلی داره خود من متوجه میشم؟ دلیل چه دلیلی داره؟ انتخابشون خیلی جالب بود، الان روحیش عوض میشه، میخواد بره خونه بگیره دیگه. بله بله من یه خونه خوبم میخوام به شما نشون بدم. بله من انتخابشون درست خونه کاملا. آخه خیلی جالبه، هر مسافری هم که میاد من سوار میکنم، مشتری بعدش میاد میره شرکت، فقط میخندن، میگه آقا چقدر این راننده شما خوبه. من نمیدونم به چی من میخندن اینا، من نمیدونم واقعا، باید من بپرسم این بار که به چی من میخندم. شما به چی من همین الان داری میخندی خانم؟ و من جالبه مشکلتون با من تو جالبه دیگه، مشکلی که دارین جالبه، خنده داره ما ایرانی ها. درسته میشه فرهنگ با خنده داره جانه. درسته حالا میشه بگیم به چی من میخندی خانم؟ تو خدا من دارم شک میکنم به خدا. میگم یه دکتر برین، لازمه واقعا برای. آره من چون فرکانسو نمیشتم، فرکانس 300 و بعد فرکانس 300 خب مثلا شامل بوق میشه، تق و توق و اینجور چیزها میشه، من اینا رو متاسفانه نمیشنوم. برای همین نمیدونم، مخصوصا موقعی که لوبیا کوته رو میخورم که اصلا نخورین تو رو خدا، لوبیا کوته نمیدونم تخم مرغ و اینا رو ازش فاکتور بگیرین تو اینجا. بله بله دقیقاً. اینا چرا میخندن به من؟ اصلا تعجب میکنم، کاری هم خب من نمیکنم، چی به من میخندن آخه؟ من نمیفهمم خانم. این همچنان ادامه داره؟ چجوری تعداد نداره در روز؟ چی؟ این مشکلتون بسی
چند تا من والا صدا رو که اصلا خوب نمیشه. من اصلا نه مثلا تو دلت و اینا جای احساسی، یعنی مثلا حال و هواتون عوض نمیشه بفهمی خودتون کسی بهتون دست نمیده. آها میدم بعضی وقتا خانم سوز میگیره، موقعی که سوز میگیره مسافر به من میخنده. مشکل از همونجاست، باید فشاری چیزی ایجاد نمیشه جایی که شما بفهمید. ببین من چون پدر بزرگ من 11 سال پیش تو باغ منو دنبال میکنه، من از روی درخت میفتم، من از کمر به پایین باسنم معلوله، یعنی معلول باسنی هم هستم و هیچ حسی ندارم اون قسمت و اصلا کلا نمیفهمم هیچ چیزی رو، اصلا حس نمیکنم. بله بله، برای همین هیچ حس نمیکنم دیگه. نه من فکر بکنی برای آدم رفتم دکتر، رفتم دکتر سمیعی، خانم منو جراحی کردن. دکتر سمیعی؟ بله، من پیوند باسن باز هم دوباره پیوند بدن من قبول نکرد، فقط گفت من باسن خودم رو میخوام. بدن من قبول نکرد خانم، قبول نکرد. زیاده خیلی بدن قبول نکرد که خانم نکرد. من دیگه همین دیگه لوبیا کته رو میخورم، معدم سوز میگیره. من نخور لوبیا کته خوب نیست. بله موندم میخندن دیگه، من نمیدونم چرا. بله لوبیا کته رو کنم من کنسل کنم سبت غذایی بردار. تخم مرغ هم هم سیر که دیگه اصلا بسیار عالی، بسیار عالی. چون بدبخت مشتری ها نابود میشن. دقیقا دقیقا. اصلا خانم خارج، هم موقع که اومدم خارج خانم کلن ایرانی ها که تو ماشین من میشینن همه خوشخنده میشن. من خیلی خوشحالم از این قضیه، خیلی خوشحالم واقعا. خانم رویتون یه جوریه که آدم ها رو بخنده بامده. الان ماشین بغلی ها نمیشن بله، مگر نه اونا هم میخندن. بله بله، نمیدونم داستان چیه دیگه. بله خیلی بالید شما. چند سالتون شما؟ نه با سه دوست خانم خیلی هم بله. بله مچکم. این شما بخواه نمیشتم این صدایی؟ صدای بوغ مثلا الان ناکن، الان بوغ زدم. خب نه میگم الان زدم، من نمیشنوام الان اینه. الان صدا بوغ اومد؟ بله. من نمیشنوام. این فرکانس 300 دیگه، مگر اینکه فرکانس مثلا بشه 301 302 من صدا رو بگیرم. ای بای. بله سعی کن بس ممتدش کنی، ممتد کنی. خانم این خیلی بده ها، معلولیت وحشتناکیه خانم. نه تلاش کن که یه سره بدی بیرون که شاید خودتم بفهمی. آخه من متوجه بشم چی بدم بیرون؟ همون صدایی که از خودت میدی بیرون. آه ممتد بده بره بالای 300 بشه 301 دوست بشنوی دیگه. خیلی بده ها چشم بلو چشم خانم شیر خوشون به من یه بار بگو آقا داستان اینه. من متوجه شم چی؟ بادی شکمتون فکر کنم خیلی راحته. مگه بادشه؟ مگه صدا باد میاد؟ بله متاسفانه از طرف من داره میاد خانم. بله آخه خانم من متوجه نمیشم، من هم از باسن معلولم هم از گوش معلولم. برای همین نمیفهمم، من شرمندم. یه بار صدا اومد نه چندین بار به خاطر این گفتم ممتدش کن که با هم بیا. بله به خاطر همون لوبیا کته خانم. خب نخور از زمان من. چش 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 خدا منو بکشه. خدا نکنه حالا. نه خدا با دار قصه منو گرفته به خاطر یه لوبیا کته مسافر من. نه نه خدا نکنه. خدا شفا بده، شفا بده، خدا شفا بده، خدا شفا بده واقعا لازمه شفا. خانم میبینی چه دردی داره؟ چه دردی داره خانوم؟ چه دردی داره؟ درد؟ که من از من صدا در بره، من نفهمم. خودتو راحت میکنی بقیه برات ناراحت. آفرین دکتر سمیعی خانوم منو جراحی کرد، بازم نشد. نشد اون باسنی هم که به من پیوند زدن یه بند خدا با موتور تصادف کرد، اون مرگ مغزی شد و باسنشو کندن زدن به من. شوخی میکنی؟ آره دیگه، پیوند از بدن دیگه. دکتر سمیع گفت تا یه ماه اگه جواب داد داد، نداد که بدنت قبول نمیکنه باسن کسی دیگر رو. که الان من باسنم معلوم بند خداست دیگه. خیلی ربطی به باسن داره؟ خب من فلج بودم دیگه. نه نه
اون قسمت فلجی، یعنی چون مثلا میگی صدا در میده، خب من میبستن درش، من متوجه نمیشم این میاد بیرون. آره آره خدا اصلا داستان هزار و یک شهر خیلی وضا بیریخته، خیلی خیلی من بازم شرمنده هم خواهش من دشمن شرمنده من شرمنده شما مشکل دیگه بالاخره یه مریضی بله اصلا خیلی خیلی مریضی خدای شفای عاجل شفای عاجل خدا کمک هم کنه خانم دیگه شما آره عجله کنه خدا در این شرمنده شما ازش بخواه شغلت رو عوض کنی بله از اینجا کلن باید ولی همین که مسافر رو میشینم میخندم خانم من خودم راضی هم شما رویه رو عوض میکنم بله 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 دیگه الان میخواییم کلی پول بدیم قبلش خوشحال میشه آره دقیقا من راضی هم من راضی هم عالی 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 خب ما این ملکی که باید بریم اینجاست دقیقا فکرم این بالاه خب ما فقط قبل از اینکه بریم یه مسئله رو به شما بگیم ما طرف ریواک $1000 به شما جایزه میدیم به خاطر اینکه دوربین مخفی بود همه اینها و یه شما مشکل نداریم احساس کردم که چون آدم باید اینجا رو ببین اینجا دوربینه تو این دوربین $1000 به شما داده میشه چون لطف میکنید سپاسگزارم از شما حاضرم یه شیش بار دیگه دوربین مخفی بیام باتون من ممنونم از شما قربان شما ممنون دوستان اونجا هن و شما ملک رو میبینی و بعد با یه ماشین دیگه شما رو میبرم من بازم ببخشید یه دست کن بدین